من میلاد مهدوی هستم. بندر امام خمینی یکی از مهمترین بنادر ایرانه. به واسطه وجود بندر مثل شهرها کنارش به وجود اومدن که یکیش شهر سربندر. وقتی شما در کشورتون دریا دارین چه مزیت هایی برای شما داره؟ نوای کلی خور موسی، بندر امام خمینی و البته خلیج فارس. بعد از عبور از بندر شادگان، اولین بندری که ما باش برخورد می‌کنیم بندر امام خمینی. ما الان در محوطه بندری بندر امام خمینی هستم. انال خیلی خوبه، چشتی هم میاد، خیلی خوب هم میاد. دریا یک نعمت و یک محبت الهیه که خداوند متعال اون رو به کسانی که کناری زندگی میکنن داده. بندر امام خمینی رو ما به عنوان بزرگترین هاب غلات ایران خب اگر همه تون دوچرخه داشتید و موتورسیکلت دیدید، یک چیزی وسط چرخش هست که این میله ها یا اسپوکا بهش وصلن، خورشیدیه اون هابه. یعنی میشه مرکز، بقیه به اون وصل میشن. در واقع هاب معادل اسم فارسی که پیدا کردم براش کانونه، که میگن بندر کانونی و مهمترین بندر در حوزه کالاهای اساسی میشناسیم. کالاهای اساسی مثل ذرت، جو، انواع کنجاله ها که برای خوراک و دام و طیور استفاده میشه، یا کالاهایی که برای غذای مردم استفاده میشه مستقیم. انبارها چه پر هستن. آره خوبه، خدا را شکر. من الان در شهر سربندر هستم. دقیقاً منطقه پشتیبانی از بندر، یعنی کارگرهای بومی اونجا نمی‌بینن. اپراتورها توسط افرادی که در شهر بودن تغذیه می‌شدن و از اینجا به سمت بندر امام خمینی حرکت می‌کنن. بنادر کنار شهرها به وجود میان یا برعکس شهرهای کنار بنادر، ترافیک زیادی درست میکنن و شاید مزاحمت‌هایی برای مردم اون شهر به وجود بیارن. یک تقاطع غیر همسط و یک جاده اختصاصی برای بندر امام خمینی در حال ساخته. این جاده ساخته میشه برای اینکه ماشین‌ها برای اینکه وارد بندر بشن دیگه داخل شهر نرن. این پروژه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی سازمان بنادر داره انجام میشه. مسئولیت اجتماعی اینو تفکره که سازمان‌ها تفکره در راستای اون عملکردهایی دارن، چون جزء وظایف سازمانی بندر نیست. من دارم وارد بندر امام خمینی میشم. با آقای سروش خاکی‌پور که کارشناس امور بندریه قرار دارم که بیشتر راجع به بندر امام خمینی و محوطه بندریش برای من توضیح بده. سرعت تخلیه بارگیری در بندر امام خمینی بسیار بالاست. در هر بندری هر چقدر سرعت تخلیه بارگیری بیشتر و بیشتر باشه، قیمت تموم شده اون کالا ارزون‌تر میشه. بنابراین به نفع ماه. هر چقدر بندرها سریع‌تر کار میکنن، محصولی که در نهایت ما ازش استفاده میکنیم قیمت کمتری خواهد داشت. یه اسکلر میخوایم بریم و نزدیک ببینیم، یه کشتی رو نزدیک ببینیم. کجا بریم؟ بندر امام خمینی
به خاطر دارا بودن حجم زیادی از انبارهایی که در پسکران خودش داره، بندر مناسبیه برای اینکه انواع اقسام کالاهای فله در این بندر تخلیه و بارگیری بشه. چقدر ماشاءالله شلوغ بندر. خب حجم کار بسیار بالاست. ما حساب بکنیم هر کدوم از کامیونا بین 18 تا 22 تن کالا رو میبرن، بستگی به نوع کالا. کشتی که حدود 70,000 تن باشه باید تعداد زیادی کامیون اینا رو تا اراضی پشتیبانی ما انبارها ببرن. وجود بنادر مثل یک قلب عمل میکنه. وقتی این قلب میتپه خون جریان پیدا میکنه. بنادر هم همین نقش رو دارن در کشور. وقتی فعالن انواع اقسام کالاها به سرعت و به راحتی در اقصا نقاط کشور منتقل میشن. اینا کشتی پاناماکسه. این یک کشتی فلبر بزرگه. سلام آج آقا، خیلی مخلصم. خسته نباشی. خوبین؟ شکرم. چه خبر؟ سلامت اینجا. شما کارتون چیه؟ من تخلیه بارتیری کمال سلطانی هستم از استان کجلو باری عمل. به خاطر موقعیتی که بندر امام خمینی داره، کشتی های بزرگ، کشتی های چند هزار تونی میتونن اینجا بیان پهلو بگیرن. مثلا ما یک کشتی که از نزدیک دیدیم تقریبا 15 مترش میره زیر آب و باید یک بندر ظرفیت و پذیرش همچین کشتی رو داشته باشه که بدون بیا تحت بارگیریش رو انجام بده. ما بندر دریای عمیق هستیم. الان مثلا شما این ماشینی که اینجا پارک کرده رو ببینین، متوجه ابعاد بزرگ این کشتی میشین. اصلا من الان در پاشنه یا انتهای کشتی هستم، به سمت سینه یا هد کشتی حرکت میکنم برای اینکه شما طول این کشتی رو متوجه بشین. اصلا این مسیر رو میدوام برای اینکه ببینین کی تموم میشه این کشتی، چون کشتی خیلی بزرگیه و البته اینکه این کشتی چینی هستش. این کشتی تقریبا 5 تا انبار داره. الان میبینین هر انبارش دارن کار بارگیری رو انجام میدن. این چیزی که الان دارن تو این کشتی بار میزنن در اصل متریال یا ماده اولیه ساخت پیراهنه که داره به صورت صادرات از بندر خارج میشه. الان نماینده‌های صاحب کالان، سلام علیکم. کشتی ماشاءالله بزرگه، تموم هم نمیشه. الان تقریبا رسیدم من به نصف از کشتی و یه خوردگه که ادامه بدم این مسیر رو میرسم به اول کشتی. این کشتی الان مقصدش چینه و میره به سمت چین که اونجا بتونه کار تخلیهش رو انجام. حسن هم شاکرم. خب اینجا تقریبا بالاخره کشتی تموم میشه، منم نفسم گرفت. همطور که میبینین یه دونه جرثقیل بزرگ اینجا داره کار بارگیری این کشتی رو انجام میده. بنادر بزرگی مثل بندر امام خمینی شبانه روزیه. بندر خواب نداره، شبانه روز مشغول به کاره. خب اینم از شب بندر امام خمینی. همینطور که میبینید تعداد زیادی کشتی توی اسکله های بندر امام خمینی پهلو گرفتن. الان ماشین فانوس دریایی قرار شده که بیاد دنبال من. خودش سلام کن. سلام میکنه. قرار شده بیاد دنبال من، من سوارشم برم یه دوری بزنم و شب بندر امام خمینی رو ببینم. بیا. این پسر حرف گوش کنیه. چطوری ماشین فانوس دریایی؟ خب من قرار شد این پشت بشینم برای اینکه بتونم بهتر کشتی ها رو ببینم و ازشون یه سری تصویر بگیرم و به شما نشون بدم. بذار من موبایلم رو در بیارم که بتونم یه سری تصویر بگیرم که شماها ببینید که چقدر بندر امام خمینی زیباست در شب. برو. بنادر بزرگ ایران مثل
بندر امام خمینی مثل بندر شهید رجایی عملیات تخلیه بارگیری به صورت شبانه روزی داره درشون انجام میشه. بچه‌هایی که توی برج کنترلن، بچه‌هایی که مسئول عملیات تخلیه بارگیری هستند، راننده‌هایی که مسئول بردن بار برای انبارهان یا برعکس مشغول به کارن و چراغ بنادر رو روشن می‌کنن. اصلا شما الان شغل چیه؟ چیکار دارید؟ من شغلم اسمش بارشماریه، تخلیه بارهای فله. تو فقط تعداد کامیونهایی که میرن خالی میشن و تو آمارشو داری؟ بله. میدی به صاحب کالا؟ بله. چند سال داری تو بندر کار کنی؟ من سابقه کارم 15 ساله. 15 سال بارشمارم تو بندر. بارشمارم. بارشمارم. خودت کجایی هستی؟ سربندری؟ من خودم سربندرم. سربندری هست. من فقط 4-5 سال شبکار بودم. روزا مدرسه بودم، شبها کار بودم و کار توی شب خیلی لذتش بیشتره. دریا در هر کشور یک امتیازه، مخصوصا اگر اون دریا به اقیانوس وصل باشه که اون کشور رو به تمام دنیا متصل میکنه. معمولا بین 5500 تا 6000 نفر مستقیم در بندر فعالیت. تقریبا 6000 نفر تو بندر امام‌خمینی مستقیم. فقط مستقیم. و ما بارشمار اسکله هستیم. الحمدلله الان نسبت به سال‌های قبل خیلی خوب و خیلی خوب. بار زیاده، بهتر از پارسال. از لحاظ علمی به این موارد میگیم قطب اقتصادی، یعنی بقیه صنایع میانی و کوچکتر میتوانن در کنار یک قطب اقتصادی رشد بکنن. خانواده های کل بندر و ماشر از اینجا دارن نون میخورن. باعث شده که شهرهای اطراف خود بندر امام خمینی هم رونق پیدا بکنه به خاطر حجم کاری که اینجا داره انجام میشه. بارگیری میکنه، میای میره، خیلی خشنگ خوبه. هر ما نسبت به ما قبل داره بهتر میشه، خدا رو شکر کارمون هم خیلی شلوغه. بندر رونق گرفته، زندگی ما بهتر شده از پارسال. بند نیست، از روز متعالان خیلی عالی، خدا را شکر. این پورت لینک یعنی پیوند مهم بین دو مود حمل و نقل دریایی. خود بندر پیوند است بین سیستم دریایی و سیستم خشکی. چرا؟ چون زمانی که یک کشتی یک باری رو میاره بندر امام خمینی، به خاطر این تراکنش زیاد کالا در این بندر میتونه سریعتر یک محصول دیگه ای رو بارگیری بکنه و به مبدأ و یا به کشور دیگه ای انتقال بده. یعنی این مبادله کالا به خاطر زیاد بودنش در بندر امام خمینی، این بندر رو یه بندر خاص کرده که میتونن صاحب کالا اینجا رو انتخاب بکنن برای اینکه راحت‌تر نقل و انتقال کالاشون رو انجام بدن. همین الان اگر یک دقیقه زمان داشته باشین، اسم چند تا بندر رو که در ایران وجود داره میتونین نام ببرید؟ میدونین روی کشتی چند نفر کار میکنن؟ بله. میدونین که بنادر ماهیتاً چه فایده ای دارن؟ نه. جواب تمام سوالهایی که مطرح کردم اگر نمیدونین میتونین پیدا بکنین، در صورتی که برنامه فانوس دریایی رو دنبال بکنین و تمام قسمتهاش رو ببینین. برو، داره منو میبره تو بندر دور بزنم. بهشت من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاز، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه، که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یادت تو این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگرد. به دریا میزنم هر با برای عشق و آرامش، برای خاطر به قدر دنیا میخوامش. چراغی نیست جز یادت تو این موجای
جای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تو خونه برگردون.